майдо карди, мунчет сапару, мунчет сапару да бути зата, па мунчет сапару зьот зата бидело, як пастоки, оли, мато! Омари Шарон Самиев! Голи ба ҳадаф расондаи Шаҳром Самиев дар бозии охирини марҳилаи интихобии чемпионати Осиё байни ҷавонони то 19 сола, ки бо ҳайати 19 солаи Сурия сурат гирифт, роҳи тими ҷавонони кишвари моро ба марҳилаи поёнии қаҳрамонии ҳамин синну соли Осиё рӯшану ҳамвор намуд. در خوریجا اشتراک نه پرشم تاجیکستان را بلان بردارد این آبری مو هم شان قدر بوی بلان می شود همون توب را از پوچه وی گرفتن خیلی قیم بود برای محافظتگر این خصلت مخصوصی شهرام سمیف است که از طرف نگاه کنید قد از دروز میگی کلاویده می دود نیکی توب را از وی گرفتن خیلی دشوار است بیرون های فوتبال هم شهرام بچه بهترین است هم دیگر فهمی دارد با آدم ها رفتار خوب میکند همه طرف ها انسانی خوب است شکایت نبود شروع درس میرفت میامد اما از خوردیش در فوتبال هوس داشت ما تا این زمان 3-4 گل را در بازی های اروپایی مسی کریستیانو رونالدو دیدیم خیلی برادر من هم بعد تا 3-4 گل زده است برای ما موفقیت تر بهترین بازیگر شده بود بعد از او با تیم منتخب دعوت شد اینجا میدانی که شاد بود فوتبال میکردم در وقت اول قیزق فوتبال بازی داشت قطعی ها رو جوراش بازی میکردم اینجا بچه ها کمونم مکسا پدر دوی منی خورسندونه بود یک یکون گل میزد اگر زنگ میزد که فرزند من اینا بسرش گل زد گفته بسیار شدی میکرد شهرام سمیوف 8 فوریه سال 2001 در ناحیه دنغره در اویله تقویمرود سمیوف و لطافت عبدالرحمنوا تولد شده است. پدرش بزرگنشین بود و مادرش خانم خانه. شهرام قدم‌های نخستین را به صنف یکم در مکتب رقم 20 ناحیه دنغره گذاشته، سپس به مکتب رقم 70 که نزدیکی خانه‌شان است، گذشت و از آموزگاران و مدرسان تدریسگاه مذکور خط و سواد کافی آموخت. در معلمایی که ما خونه معلمای خیلی هم سختگیر هم خیلی بود در مکتب بسیار با فوتبال بازی میکردیم با هم سیفون هم طبق اقرار اکثر آموزگاران این درگاه تعلیمی شهرام در عهد مکتبخانی با جهت خصلت و خلق و رفتار و دانش و خط و سواد آموزی از دیگر همسالانش فرق میکرد و مدام با ورزش و تربیه بدن نیز مراق و محبت و شغل میورزید قلمنیسو تلیه و 50 سری سال عمر عزیز و شیرینش را صرف تربیه فرزندان ملت نموده در همه عرصه و جاده های زندگی شاگردانش فعلا فعالیت میبرند و موفقند. ملصوف به سمت آموزگار تجربه دار به شهرام 4 سال درس گفته است. او با گوی صحبت شاگردش را ستایش کرد و احسن خوند و ستود. از سن کودکی سر کرده بچه سوس و چالاک، چقون، زور، توانا بود، ورزش رو دوست می داشت، همه ای پناه در نقص بود، نقص می خوند. نسبت معلم، نسبت همسینپا، نسبت پدر، مادر، خیلی هم با انتظام بود. همه وقت سپوریسو را اجرا می کرد، بچه خوب بود از سن کودکی.
وقتی که کودک داشتیم بیاگ میویم، معلم با او نسبتی کودک بسیار هم ارزو امیدوی بسیار دارد. ما هم همه با خیلی پدر مدر ارزو میکند در آینده، آینده کودک چی میشه، معلم هم همه خیلی. یک دقیقه اگر با درس نمی اومد، با خونه شن اومده میبردم کودک ها. من نمیموندم، او پرگول نمیکرد، همون اگر درس ها قفو نمیزد. بچه خوب بود. با یادم هست که یک مرتبه با درس نمی اومده بود، من اومدم. پدرش همین همون کودک مرا داد در پیشم با گرفته بردم از دست کپیده گرفته بردم در چوچه خوند مرا بخشید پرسید معلم جان دیگه نمیکنم گفتم خیلی بانو لطفت شهرامش را از آوون بچگیش به مشاهده می داد که بجز دو و توز دنبال توب و شایدوی و شفتگی به فوتبال دیگر به یگان کار و کسب مروق و محبت نداشت. با همین دلیل همواره پای دستگیری و غمخوری بچهش با ازم و اراده قوی کمر مستحکم کرد و جهد و تلاش نمود. از خوردی هم فقط فوتبال میکرد. میفتم نکو میفتم همی خیلی. توب میزد مایده بودم فقط چی میکرد در حولیو نکو میگفتم میکردم کرخچه چی میکردم مایده بودم یکم نبودم خیلی حواس داشت از گودکیشم خیلی حواس داشت فوتبالش تماشا میکنیم حواس میکنیم خیلی جویش میشه گریه میکنیم داره چی گریه میکنیم؟ از خرسندی نبودن پدرش پدرش آدم خوب بود ناز بود خیلی خیلی شد به بودن پدر قیم شهرام به فوتبال از 10 سالگی مروق ظاهر نموده زیر دست قناعت لطیپوف و مربی کاردان و تجربه سوده به مشق و تمرین ها آغاز بخشید. در همین اسنا شهرام از مربیش نازکی های فوتبال را به قدری کافی و ضروری از بر کرد و به زودی و خوبی دیده دراو و به مفهوم مثبتش انگوش نمای همگان گشت که تو گفتی. به اقرار اکثر کارشناسان شهرام به حیث فوتبالکار از روستا روید و تا مرکز راه پایید. با پدرش یکم بار به تمرینگاه دنغره آمد و از من پدرش خواهش کرد که من را به گروه فوتبال قبول کنم و او می خواهد که آرزوی حواس پدرم این است که می خواهد فوتبال بازی خوبی کشور شود و از آن رو سر کردم و تمرین ها را آغاز می کردیم و شهرام چست و چلوکی زیرکی را از دست نداده حرکت می کرد همه اون تمرین هایی که من می دیم همه اون نازکوی در سین سالی او مثلا با او لازم رو از خود میکرد و بعضی وقت التماس میکرد که بعدی تمرین با او نیم ساعت یک ساعت دیگر من کار کنم. ما مش میکردیم بعدی مش با من چی بسیارتر مش میکردیم و ما هم دیگر بعدی مش بعد تمرین ها با علاقیدگی مش میکردیم. بینه که در پشت من میبیند مکتب رقم 70 است و این حال ما در مرکز نوحیه دنغره قرار داریم. کنار دیگری همین میدانچه باشد خونه قهرمان نمایش افتخار است یعنی شهرام سمیف پای بردید که مثلا کودکی ها آوان بچگی شهرام در همین میدانچه گذاره شده است کارو بارش در آوان بچگی همیشه مشغول بازی فوتبال و دنبال توپ دویدن بود و بس ارزو و امول و ذوق و هوس دوبالای آوان بچگی او را به عالم فوتبال غوطه‌ور کردند و به ژرف فرو بردند که همیشه میخواست خود را در بلندترین عرصه‌های کنگوری ببیند و این را پیش از همه پدرش میخواست. اما در گذشت پدر برای شهرام ضربه سخت و شدید بود و تا جای او را از زمین پیره‌ها کنار برد و آرزوهایش را شکست. ولی اراده قوی عزم استوار و جهد و تلاش دیگر باره شهرام سمیف را به عرصه فوتبال آوردن و او فعلا در بزرگترین باشگاه تاجیکستان استقلال دوشنبه هنرنمایی میکند. سال 2016 بود وقتی که من 15 ساله بودم پدرم از دنیا گذشت خیلی این نصیب است ولی پدر من خیلی هم حواس و شوق داشت به این فوتبال من رو بوری اول پدرم به فوتبال برده بود که من بوری اول به گوشتی رفته بودم و یک ماه مشق کردم پدرم گفت که فوتبال برا خوبه فوتبال به گوشتی نگفت و من رو بور به هم که قناه لطیف من با هم جوره بودن رفیق بودن من دوامی شش ماه با قناعت کار کردم و دنگره کمانه نشد دیگه
майдончаи саҳни ҳавлии мактаби рақами 70 ҷои гаштугузор ва макони бозии бачаҳои ҳамин маҳал буд он аҳду овон ва миёни онҳо бародарон шаҳрому шаҳбоз низ саргарму саргардони тӯбронӣ ки ту гуфтӣ завқу ҳавас ва вижагии ҳунару маҳорати бародарашро шаҳбоз ҳам медиду аз он ифтихор мекард ки бародараш аз дигарон беҳу болост шаҳрон бародарам аз ман як сол калонтар аст дар майдончаи мактаб бозӣ мекардем хай ӯро дар бозиҳо мегирифтанд мо ам хеле мешитем намегирифтам хай бо агар ӯ бефара мешид ё ягон кор медошт ягон чӣ медошт хай ту бозӣ кӣ ба бирам кори мара будкӣ хай ҳам зур бозӣ мекард да таи гудак буда кӣ таи майдато буд бозиҳои чи калонда мегирифтанша ина мактаб ба мактаб ина куча ба куча итарида мегирифтанша ӯра хай бо ҳурматш мекардан соз бозӣ мекард дар ин маҳалла хонаводаи тағоимурод самиевӣ худобиёмрӯзро ба ҷиҳати ҳамсояи қарину намакшинос ҳама ҳаққу ҳамсояҳои дигар эҳтиром мекарданду дӯст медоранд ва боҳошон қаробати тангутанги ақрабоӣ баргузидаанд шаҳромашон дар қатори бачаҳои ҳамин кӯча пеши назару нигоҳи ҳамсояҳо ба воя расиду дар чашми онон гавҳарак буду то бадин сӯ дар хаёлашон ҳамон шаҳроми кӯчак аст ҳар вақте ки мо шаҳрома дар борааш дар телевизор ё ки радио мешнидем мо хеле хурсанд мешидем ки бачаи ҳамсояи мо ё ки кӯдаки мо ба дар пеши мо калон шид хай инак бо муваффақият дар футбол бозӣ мекунад байни ёру дӯстон бо номаш баланд шидагия номаш баромадагия мо ифтихор мекунем ай бачаи ҳамсоя падари шаҳром хеле орзу дошт ки шаҳром бозингари хуб шавад неки хай ба сабаби аз дунё рафтанаш надидан бозиҳои шаҳрома орзуу ҳавасашона надидан хай модараш зани беҳтаринай ҳамсояи хубай ҳамсояи нағзай оилашон нағза падараш аз кор меомад ҳаминҷа дар якҷояк мо мерафтем футбол мекард бозӣ мекард футболоша тамошо мекардем баъд падараш бисёртар дар вақти кор буд ӯ қа бозиёша намедид баъд мо падараша масъулият додем ки шаҳром хай бачаи фаъолай маслиҳат додем падараша хай падараш баъд чӣ кард сарпарастӣ кард ҳамн роҳиш кардан душанбе хай бозиш ина ҳозираш да нағз хуб дараҷаи олиқатӣ соли 2014 шаҳром мозими пойтахт гашту бо хосту хоҳиши дуболо шомили академияи футболи истиқлол гардидан намуд аммо бори нахуст ӯро ба ҳайати дастаи академия напазируфтанд бо гузашти 2-3 моҳ қаноат латипов дигарбора шаҳромро ба ин ҳайат бурд ва бо талошу дастгириҳои ҳамвораи қаноат латипов ниҳоят ӯро қабул карданд тӯли 6-7 моҳ машқ карда ва дар онҷо хеле ҳам нозикои футбол ёд гирифта ва маро бо қаноат латиф бошад маро ба академияи истиқлол яъне ба душанбе чиовар ба инҷо тамринкунӣ омад вале ман бори аввал дар инҷо машқ кардам ва дар инҷо монда натамистам вале нагузаштам дар академияи истиқлол ва ман бори дуюм баъди 2-3 моҳ рафтам ва баргаштам омадам давоми футболи худро дар инҷо давомдам давоми 2 сол дар ҳамин ҷо ҳам бозӣ кардам ҳам хондам вақте ки ба даста қабул кардем вай ҳамчун ҳамлагар набуд аввал ҷои вайро бояд мо меёфтем аз якум рӯз кай ки омад камтар хай аз вай дидан ҳамлагарои болаяқат бисёр буданд аввал мо шаҳромро дар ним муҳофизатгар бурин аввал мондем баъд аз дар хати муҳофизатам бозӣ кардагӣ баъд бозӣ накард ҳаминро қайд кардан дар кори 2014 вақте ки ман ба дастаи асосии истиқлол ҳамчун ёрдамчи мураббӣ манро таклиф карданд ба 2-3 мусобиқа гурӯҳи манро Ҳикмат Фузайлов ба мусобиқа бурда буд ва дар ҳамон ҷо шаҳромро як ду бозӣ ба хатти пеш партофт ва дар ҳамон бозӣ як ду бозӣ голро зад
بعد از وای ام مسابقه با من به نزد من اومد یک مطلب گفت که کمتر همیر در خطی پیشم نگاه کن. در دنگره فوتبال نبود اون سال ها. بعد دوشنبه می اومدم و در اینجا اومدم با من رستم قربانوف یعنی مربی نوی من رستم قربانوف شد. خیلی هم یاد دو سال با در رستم قربانوف مشق کردم. سال 2016 شهرام سامیف با دعوت زین‌الدین رحیمف به هیئت لوکوموتیو پومبی دوشنبه پیوست، جایی که فوتبالکاران نوراس تا 16 ساله کشور هنرنمایی میکردند. شهرام به سمت یک فوتبالکار دسترنج و تازه پرورده فوتبال کسبی در این دسته مدت یک سال میدانداری نموده، چند تجربه برداشتش را غنی‌تر ساخت و هنر و مهارتش را صیقل بخشید. در اکادمی استقلال من دو سال مشق کردم و بعدی اون بعد چی رفتم با خونه برگشتم یعنی بعد کمانه دنگره جا مشق کردم و اونجا دم نگذاشتم ده یعنی مایده سی سال مایده بود و مشق کردم و دیگه بس کردم دوام یا 6 7 ماه فوتبال بازی نکردم. ما در لوکوموتیو لیگ اول بازی کردیم و در اونجا خیلی بازی گذروندیم و جای هفتم رو اشغال کردیم و از 16 سالهای منتخب تاجیکستان هم بازی میکردیم. موسم سالهای 2017-2018 شهرام به دسته برقچی حصار گذشت و در این تیم با جوانان تا 19 ساله کشور در یک قطار مسابقه ها میدانداری نمود. شهرام در برقچی زیاد نموند، همگی 1.5 سال بازی کرد و نیم سال دیگر به لیگ 1 دسته سامانی دنگره گذشت و بعدی 6 7 ماه به کمان در سامان دنگره شد. تاسیس شد که ما رو اونجا فایرات کردن. اونجا من یک دیامو ماشینو کرده که ما رو به اکادمی استقلال اونجا ده و دوباره اومدم در اینجا. بعد پومیر لوکوموتیو پومیر دوشنبه ما رو چی کرده فایرات کردن باش تیم 16 ساله تاجیکستان. من برای اول اومدم در اونجا بخوای بازی اولی خود رو گذاشتم و به اون محکوم شدم و دوامی یک سال من به حیاتی اونها بازی کردم. شهرام دیگر بارا به پایتخت اومد و بعدی سپردن امتحان به دسته استقلال دوشنبه گذاشت و تا حال در موقع هجومکار هنرنمایی میکند. در آغاز ماه آگوست دسته منتخب جوانان زیر 19 ساله تاجیکستان در مسابقات قهرمانی انجمن فوتبال آسیای مرکزی اشتراک کرد. رقیبان و همتایان تیم ملی جوانان کشور ما از ازبکستان، ایران، افغانستان و ترکمنستان بودند. یکچین ما در این مسابقه با کسب 8 امتیاز بعد از ایران زینه دویم را کسب کرد. قهرمان ما جایزه بهترین نشانزن مسابقه را با 4 گلی زده اش به دست آورد. شهرام به دروازه تیم جوانان ترکمنستان 2 و به دروازه ازبکستان و افغانستان 1 گلی به هدف رسانید. این همه زحمت هایی که وای کشید میگم که از یکم دویم سالی که وقتی که ما با اکادمی قبول کردیم شهرام رو و خیلی عذاب کشید. از اون جهت که دور از خونه، دور از پدر و مادر و به حیات اساسی نمی غلطید. لیکن با این نگاه نکرده و خیلی بسیار در تمرین ها سر خم کرده کار میکرد. چیزی که ما میگفتیم همون کار رو اجرا میکرد. باز یک خصلت نغزی وای دارد که وای خوکسور. تو حاضر هم همین خصلت رو گم نکرده است. وای بچه خوکسور و کمگپ و نو وقتی که به میدان میبروید و به خود مقصد گذاشته است که باید یاردم کند به دسته و باید گل زند و همین چیزا در این بازی هایی که میگیم کفا که گذشته شده گذشت همین چیزا به وای یاردم دادن.
سال 2019 در حیات قهرمانی ما یک قطار حوادث و خاطرات نکو باقی ماند، به دلیل آن که او در مرحله مقدماتی معرکه محتشم چمپیونات آسیو بین جوانان تا 19 ساله که سال 2020 در ازبکستان برگزار می شود راحت گرفت. همه بازی ها با اشتراک تیم جوانان کشور در ورزشگاه مرکزی شهر دوشنبه برپا شدند. شهرام از نخستین میدانداری ها خود را به حیث یک حملور ماهر و ممتاز در هیئت جوانان کشور معرفی نمود. در دیدار نخستین که بر مقابل جزیره های مالدیو برگزار شد، شهرام با هنر و لیاقت ویژه و خود دادای خیش در دقیقه های 13، 21 و 46 دیدار خطریک یا سه گل زیبا به نامش مهر زد. نتیجه نهایی واخوری با حساب بزرگ 9-0 بر منفیت جوانان ما پایان یافت. پس بازی ما خیلی هم تیاری نزدادیم که یکم بازی ما بود، ما باید خیلی هم با حساب بلند باید ما بازی رو بزنیم و از دیگر چیز هم دسته های سوره چی پیش همیم و ما هم کسر برامدیم و این خیلی بازی کردیم، یک دیگر فرمی کردیم خیلی حساب هم یک دیگر فرمی، حساب یک فرمی اما هم گل زد هم همون خیلی شد. بازار می رفتم با من روزایی که شهران بازی داشتن در همون جمعه پرسیدن خیلی میشنوستن سودوگر ها و دامون سمیر شهرام اکتا خیلی بله میگفتیم خیلی خان شبزن و بچه های ساز همی تعریف میکردن خیلی بعد گفتن میشه و دارم دل یک خیلی میشه خیلی با افتخار میکنیم اکمون های خیلی با فوتبال در تلویزیون میبینیم شد خیلی با خیلی اخرسن میشه خیلی اکه با اتام بوده با ارزی همه اتام بود همه اش ارزش بوده که هم بچه هم اگه اونجای بلو برم بلو برم خیلی نه نبودنش دم شیده که خیلی با میبود میدیده خیلی با او دیگه گره بود. در دروی دومی این مسابقه تیم جوانان تاجیکستان با فوتبال کورنی لبنان دیدار انجام دادند. هرچند فوتبال کورنی ما در تفاوت با حریفان خیش چند سرگردان برتری داشتند و بازی جالب و جذاب و دیدنی جریان داشت، اما طول 90 دقیقه تنها یک گل به هدف رسانیده شد و بس، و این هم گل زده شهرام در دقیقه 46 دیدار بود که تقدیر بازی را بر مسئولیت بچه های ما حل نمود. قبل از شروع بازی های دور سیوم تیم های جوانان لبنان و سوریا با 4 امتیازی در زینه دویوم و سیوم مسابقات قرار گرفتند. فوتبال کاران ما باشند با گرفتن 6 خواه صدرنشین جدول گروهی محسوب می شدند. با همین دلیل و مدرک دقیق برای جوانان سوریا غلبه در بازی با تاجیکستان بس و مهم بود. این یگانه وسیله به شمار می رفت که راه آنها را به چمپیونات آسیا بیک شد و صاحب روحت شدند. شهرام با همدستهاش در این بازی دشوار ارزنده و نارنمایی نموده در دقیقه 23 واخوری گل یگانه منتخب ما و دیدار مذکور را به ثمر رساند. در عموم شهرام سمیف در 3 بازی مرحله انتخابی همگی 5 دفعه دروازه حریفان را رخنه نموده سهم خویش را تا قدری توان و امکان در موفقیت هیئت جوانان کشور گذاشتن یاریست و همراه با تیم جوانان تا 19 ساله به مرحله نهایی چمپیونات آسیا راحت پیدا نمود که سال آینده در کشور همسایه ازبکستان صورت میگیرد. بازی دشوار نبود برای ما، بازی مالدیوی، بازی که ما یکم با بازی مالدیوی جزیره های مالدیوی کردیم، ما مرحله انتخابی برای 2020 برای ازبکستان بود و این بازی که بار ما گذر یکم گذرند به جزیره های مالدیوی بازی خیلی هم بازی به ما چی بود مهم بود که ما خیلی هم به حساب بلند باید اون بازی رو پیروز شمیم و ما کوشش کردیم حرکت کردیم که این بازی رو زنیم و من در این بازی خطریک نموده بازی رو به حساب 9-0 غلبه کردیم و در پرتفا به من شاروخ سنگوف در این بازی کمک کردن در پرتفا گالی. خیلی خرسند میشیم که مثال همسایه ما مثال نامش برامدگیه در بازی
ما هر وقتی که تماشا میکنیم فکر میکنیم که فرزند خودمون همین بازی کردیسه در میدان ها در دیگه دولت ها بازی میکنن و فخر میکنیم ای بچه خیلی بگذار که تا کله های بلند برسن چی ارزو و حوثی دارن در دلشون جمعه عملی پوشه و با آینده بلندتر شدن من میخواد کم خیلی روخت گیرد و آینده برای جام جهان کوشش کنیم و برای جام جهان برآمد که ارزو یگانه همه افغان رسول است بوشگوی دوشنبهگی استقلال در موسم سال 2019 همه جایزه های داخلی را مال خویش نمود. این باشگاه دوام موسم مذکور در همه مسابقه ها 60 دور گذرانیده در اکثریت آن پیروزی به دست آورده است. من جمله در چمپیونات جام سوپر جام و جام فدراسیون فوتبال تاجیکستان غالبیت به دست آورده است. در این دیدارها شهرام سامیف توانست 4 گل را به نامش اختصاص بدهد. از جمله امسال شهرام را به هیئت تیم ملی دعوت نمودند و او در 6 دور دو گل زد. همه میگویند که چه خیلی نفت در پسر شما خیلی فوتبالیست ما میگه از پشتی چی میکنیم در افتخار میکنیم در تلویزیون نشون میتنیم و فوتبالوشا تماشا میکنیم خیلی میرم همین همسایه ها میگن خیلی تبارو خیلی همکیوش بچه های همکیش بیشتر ذوق فوتبال در دلش بود و من فکر میکنم اون چیز که در کودکی در ایام نورسی و امید و ارزوش داشت به اون رسید و وقتی اون آمده است که جدیتر به فوتبال کلان نظر کرد و حرکت کند که در خارج کشور برآمد کند.